به هر حال در طول گزارش توضیحات تکمیلی رو خواهم داد. پرسپولیسی ها 5 بار تا قبل از این فینال به دور نهایی راه پیدا کردند و 4 بار هم قهرمان شدند و باید ببینیم در این فینال پرسپولیسی ها چیکار خواهند کرد و نتیجه به چه شکلی رقم خواهد خورد. بازی حالا شروع میشه. یانه ملوه صاحب توپ هستند. هادی تامینی در بازی رفت به علت اخراج در بازی با استقلال حضور نداشت و حالا فرصت حضور رو پیدا کرده. اولادی صاحب توپ هست برای حیدری و اولین خطا در بهترین منطقه ممکن نصیب یاران ملوان میشه. ملاحظه بفرمایید اینجا حیدری یه پا دو پا میزنه و توسط نور محمدی به خطا متوقف میشه تا یه موقعیت خوب داشته باشه ملوان در همین ثانیه های آغازین بازی. ببینیم یاران ملوان چگونه از این فرصت استفاده خواهند کرد. مهداد اولادی، همرنگ و پژمان نوری هر سه پشت توپ هستند. دیوار دفاعی سرخپوشان هم شکل گرفته. حیدری هم رفته در کنار دیوار دفاعی پرسپولیسی ها. فکر میکنم خود مهداد اولادی بزنه. دورخیز هم میکنه اولادی به سمت دروازه و با اختلاف زیادی توپ به بیرون میره. ضربه دروازه رو حقیقی باید بزنه. مهداد اولادی که از ناحیه کتف قدری هم احساس ناراحتی میکنه و به هر طریقی که هست او رو رسوندن. غایب بزرگ ملوان در این دیدار محمد نصحتی است که به علت دو کارت بودن نمیتونه در این دیدار حضور پیدا بکنه. رستمی و حسن جعفری هم که در بازی قبل اخراج شدن در تیم پرسپولیس هم نوروزی به علت دو کارت بودن حضور نداره. علیرضا محمد هم به همین ترتیب. شیری برای مازیار زاره. حالا بادامکی از نیمه زمین هم رد میشه. آرفی در کنارش هست، به خود او پاس میده. اشمه تیم آرفی. رمضانی توپ رو میگیره، هنوز توپ به بیرون نرفته. مجددا خود رمضانی و نهایتا پرتاب به سود سفیدپوشان ملوان. تماشاگران بیشماری به ورزشگاه آمدن تا از نزدیک شاهد این فینال جذاب باشن. علی عسکری توپ دست میده. پور غلامی برای کاپیتان پژمان نوری و به خطا متوقف میشه. در میانه زمین خطا را بادامکی انجام داد و علی دایی که کنار خط حضور داره. یه بار دیگه تصویر رو ببینید که چگونه خطا اتفاق افتاد. تامینی، مسلمان، او هم گفته میشد که مصدوم هست. به هر طریقی که بود او رو هم رسوندن کارت پزشکی ملوانان. تامینی برای رمضانی. پژمان حرکت کرده مقابلش آقا زمانی و پرتاب به سود یاران پرسپولیس هست. تصویرش رو عوض کرد آقای مومنی. یه لحظه نشون داد که ملوانی ها باید توپ رو پرتاب بکنن اما بعداً تصمیم خودش رو برگردون. به هر حال بازی رو دنبال اینجا ببینیم که چه اتفاقی افتاد. به هر حال اینجا اعتقاد داشت که توپ به خود پژمان برخورد کرد. علی عسکری او رو کنترل میکنه. پور غلامی. نوری روی پاش میره و اعلام خطا. دقاقنه میخواد سریع بازی رو به جریان بندازه که مومبینی او رو به سمت خودش فرا میخونه و یه تذکر به او میده. ملاحظه بفرمایید اینجا نوری خطا میکنه و تو باید در اختیار یاران ملوان باشه. همرنگ یه پاس رو به جلو، ضربه توپ زیاده و حقیقی توپ رو میگیره. سامان آقا زمانی از همونجا بلند یه پاس قطعی برای وحید هاشمیان. سالارزاده رو به عقب با سنگربان خودشون. حسنی صفت. تامینی. خود هادی تامینی یه پاس بلند به خط حمله خودشون. نور محمدی ضربه سر اول. بادامکی متعاقب اون. شیری و اعلام خطا.
خطا از اولادی. شیری احساس ناراحتی میکنه، بازی متوقف هست. علی دایی داره با کمک داور صحبت میکنه، صحبت که چه از کنم، اعتراض میکنه. شما دارید تصویر آهسته رو میبینید و این هم علی دایی که اعتقاد داشت آقای مومبینی باید با کارت زرد بازیکن ملوان رو جریمه میکرد. آقای اسدی هم داره به او توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و حال باید بازی دنبال بشه. آقای زرینه پزشک تیم پرسپولیس هم به زمین میاد، دایی هم همچنان داره صحبت میکنه با آقای اسدی. و حال بازی فوق‌العاده حساس هست، انشالله که یک قضاوت خوب بی نقص و منصفانه رو هم از تیم داوری ببینیم. همچنان بازی متوقفه. خدمتتون عرض بکنم که حدود یک هفته است که مقامات استانی در تلاش هستند تا این بازی رو به نحو شایسته و احسن برگزار بکنن. انشاءالله که تا به پایان هم همین گونه بشه و یه بازی زیبا رو از هر دو تیم ببینیم. مازیار زاره وقتی میبینه شیری بیرون رفته میاد جای او رو پر میکنه در قلب خط دفاعی، با پای راست توپ رو بلند به زمین ملوان میفرسته. سالارزاده ضربه سر، مسلمان، اشبه تیم آرفی برای خود زاره. شیری میتونه به بازی برگرده. رمضانی توپ رو میگیره، حرکت از یاران ملوان، یه پاس رو به جلو برای حیدری، ارسال به درون محبت جریمه، موقعیت برای تیم ملوان همچنان هست. نوری میخواد جا بگذاره محمد نوری رو که مرتکب خطا میشه. ملاحظه بفرمایید تصویر هست که چه اتفاقی افتاد. حقیقی هم نتونست توپ رو کنترل بکنه، از مقابل دستش رد شد. ادامه ماجرا رو هم که ملاحظه فرمودید، حقیقی باید بازی رو به جریان بندازه. تماشاگران به شدت ملوان رو تشویق میکنن و ترغیب میکنن تیمشون رو تا بلکه اون دو گل عقب افتادگی رو جبران بکنه و خیلی امیدوار هستن با توجه به دو گلی که زدن بتونن که قهرمان جام حذفی هم بشن. حقیقی توپ رو بلند میفرسته به میانه زمین، البته به میانه زمین هم نرسید. نوری و اعلام خطا از مازیار زاره. هنوز کارتی از جیب هدایت مونبینی خارج نشده. تصویر خطا رو ببینید. آرفی توپ رو راهی اوت میکنه، پرتاب به سود ملوانی ها. پژمان نوری، مسلمان میتونه در عرض هم پاس بده، تعادل خوش رو دست میده. اعلام خطا هم نمیشه. زاره برای نوری و حالا اعلام خطا به سود پرسپولیس. هنوز بازی جا نیفتاده. ملاحظه بفرمایید تصویر آهسته رو که چه اتفاقی افتاد و باز هم شیری که احساس ناراحتی میکنه، مثل اینکه بله نمیتونه بازی بکنه. این رو بادامکی میگه به کادر فنی و دایی باز هم داره متذکر میشه همین قضیه رو به کمک داور و اعتراض میکنه که اون خطا باعث مصدومیت مجتبی شیری شده. باز هم بازی متوقف میشه. نور محمدی رو یه لحظه دیدیم، این خطایی بود که همرنگ روی نوری انجام داد. شیری رو به بیرون از زمین منتقل میکنن. توپ در اختیار تیم پرسپولیس هست. نور محمدی به منطقه راست خط حمله تیمش ارتباط رو قطع میکنه. رمضانی، آرفی به دنبال توپ، حیدری موفق، رمضانی، اشبه تیم آرفی، بادامکی، حرکت از منطقه راست، همرنگ هم مقابلش قرار داره، همچنان خود بادامکی و نهایتا پرتاب به سود ملوان. رمضانی
نوری توپ را میگیره، ضربه سر تامینی، فولغلامی خوب توپ را دفع نمیکنه، هاشمیان در محوطه جریمه و این ضربه ای که از کنار دروازه به بیرون میره. فولغلامی نزدیک بود اشتباهش کار دست تیم ملوان بده. ملاحظه بفرمایید اینجا حرکت کرد وحید هاشمیان و توپ رو اینگونه و با این اختلاف به بیرون زد. کاپیتان امروز سرخپوشان اعلام خطا، باز هم به سود ملوانی ها. فرهاد پورغلامی سرمربی ملوان که با تیمش و با شاگردانش صحبت میکنه. این بازی برای او هم بسیار مهم هست. پژمان نوری از همونجا به سمت دروازه و توپی که به بیرون میده. ملاحظه بفرمایید ضربه پژمان نوری رو با پای چپ زد، خوب هم زد و با این اختلاف به بیرون رفت. بازیکن خط میانی و محوری ملوانان پژمان نوری سابقه حضور در همین تیم پرسپولیس رو هم داره. خط دفاعی ملوانی ها مسلمان توپ رو میگیره، میخواد یه پاس تو در بفرسته که ارتباط رو بادامکی قطع کرد. سپهر حیدری هم به بازی میاد. مشتبه شیری همونطور که انتظار میرفت نمیتونه که بازی بکنه. وحید هاشمیان هم بازوبند رو به او میده. یه تعویض اجباری برای پرسپولیسی ها. رمضانی با پای چپ توپ ارسال میکنه به دلو محوطه جریمه برای نوری. نوری به دنبال بازیکن هست و توپ رو به او بسپاره که آقا زمانی توپ رو دور میکنه. 12مین دقیقه بدون گل مساوی. همرنگ، تامینی، مسلمان در میانه زمین توپ او رو میگیرند. هاشمیان، خود وحید هاشمیان کنار خط و یه پرتاب میگیره. به جای ایشان سپهر حیدری با شماره 3 وارد بازی شد. پرتاب سود تیم پرسپولیس هست. آقا زمانی باید توپ رو پرتاب بکنه برای آرفی. توپ آرفی به هاشمیان نمیرسه. حالا پژمان به دنبال توپ به هر طریقی که هست به مسلمان توپ رو میرسونه. حالا سالارزاده، پورغلامی جایگزین ابوالحسن جعفری شده که به علت اخراج در بازی قبل نمیتونه بازی بکنه همین بازیکن. یه بار دیگه مسلمان، نوری در میانه زمین جولان میده برای تامینی، حالا همرنگ، محمد همرنگ خودش، مسلمان در کنارش، به خود مسلمان، مجدداً همرنگ، حیدری، رمضانی رو به عقب با مسلمان و حالا پژمان. اگر به توپ برسه تعادل خودش رو هم از دست میده. داور اعتقادی به خطا نداره و نوری و باز هم خطا. ملوان تا قبل از رسیدن به فینال در مرحله یک هشتم فولاد نطنز رو 3-0 برده، در ضربات پنالتی 5-4 تراکتور رو در تبریز شکست داده، 2-1 هم همینجا استقلال رو برد در مرحله نیمه نهایی. یه توپ بلند دیگه برای آرفی. رمضانی هم با او حرکت میکنه. کاملا مشخصه پرسپولیسی ها در خط حمله کم تعداد هستن. برگشت توپ از تامینی و حالا نوری. مسلمان میانه زمین برای خود پژمان. ارتباط یه لحظه قطع میشه. سعید سالارزاده و این بار آقا زمانی. پرسپولیس هم تا قبل از رسیدن به فینال 2-1 داماش رو در رشت شکست داده، 4-2 در ضربات پنالتی سپاهان رو برده در تهران و 1-0 هم فولاد خوزستان رو در اهواز شکست داده. هفته پیش هم، در واقع سه شنبه پیش هم که بازی رفت فینال بود، در تهران 4-2 شد به سود سرخپوشان و حالا این بازی برگشته که تکلیف قهرمان مشخص خواهد شد. هاشمیان و اعلام آفساید. آقای مسعود فرحنیا پرچم میزنه و هدایت منبینی هم تصمیم کمک خودش رو تایید کرد. نوری نمیتونه مسلمان رو جا بذاره. مسلمان توپ رو میگیره.
برای سالارزاده همرنگ رمضانی 15 دقیقه بدون گل مساوی، یه توپ برای اولادی، نور محمدی روی توپش میاد، موقعیت برای تیم ملوان هست و این تک و اعلام کورنر میشه. اعلام کورنر، ملاحظه بفرمایید چه اتفاقی افتاد. تکت بلندی که سپر حیدری میزنه و توپ به کورنر میره. رمضانی باید توپ روی دروازه سانتر بکنه. تجمع بازیکنان در محوطه جریمه تیم پرسپولیس. رمضانی اینگونه توپ رو میفرسته به در محوطه جریمه. سپر حیدری ضربه سر اول، تامینی هم جلو اومده و نهایتاً علی عسکری توپ رو دور میکنه که به آرفی میرسه. تک و تنها در میانه زمین اشپیت تیم آرفی. پرسپولیس محتاط بازی میکنه و کاملا مشخصه که اومده اون بازی 4-2 رو حفظ بکنه. حسنی صفت توپ رو میگیره. تامینی، مسلمان، همرنگ، حیدری میانه زمین. مسلمان یه بار دیگه، تمامی توپ‌ها در میانه زمین به او ختم میشه و بازیساز تیم ملوان در این دقایق هست. مسلمان، همرنگ برای خود مسلمان، توپ را دست میده. هاشمیان تو سر توپ میزنه، در کنارش نوری، یه پاس برای علی عسکری و اعلام پرتاب به سود پرسپولیس. پرسپولیسی ها عجله‌ای برای شروع مجدد بازی ندارن. خدمتتون گفتم کاملا مشخص اومدن تا بازی رو حفظ بکنن و همون نتیجه 4-2 رو نگه دارن. شکوری پرتاب در محوطه جریمه هاشمیان، از میانه دو سه بازیکن رد میشه، برگشت توپ. مسلمان رو به عقب با تامینی و حالا دقاقله. رمضانی در منطقه چپ، همرنگ یه پاس بلند پشت مدافعین برای مهداد اولادی، اگر به توپ برسه حقیقی از دروازه خارج میشه و توپ رو میگیره. حیدری بود که حرکت کرده بود، ملاحظه بفرمایید اینجا کورس میذاره با سپر حیدری. سپر حیدری پیراهن دقاقله رو هم گرفت و نهایتاً حقیقی توپ رو از آن خودش کرد. اعلام خطا نشد، داور آوانتاژ داده. یه پاس بلند دیگه به درون محوطه جریمه، باز هم از دروازه خارج میشه حقیقی و توپ رو میگیره. بلافاصله به اشپیتی مارفی میخواد پاس بده که ارتباط رو رمضانی قطع میکنه. ضریب اشتباهات بازیکنان در این دقایق بالا رفته و اکثر پاسا اشتباه است. نوری، مسلمان، ملوان در میانه زمین بازی رو از آن خودش کرده. پرسپولیسی ها یارگیری منتومن رو در دستور کار خودشون قرار دادن. حیدری وارد محوطه جریمه هم میشه، حالا ارسال میکنه به درون محوطه جریمه، یه ضربه سر و گل. مهداد اولادی اولین گل به تیم ملوان به ثمر میرسونه تا ملوان امیدوارانه تر بازی بکنه در ادامه. 19 دقیقه ملوان 1 پرسپولیس 0. شادی هواداران ورزشگاه و حالا بازی از اینجا به بعد قشنگتر هم خواهد شد. مهداد اولادی بازیکن اسبق همین تیم پرسپولیس گل میزنه. با ضربه سر تصویر آهسته رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاده. ملاحظه بفرمایید، البته هنوز فرصت نکردیم اما قطعا همکاران ما به تصویر خواهند کشید. اینجا حیدری ارسال کرد و به دور از دستان حقیقی توپ به قعر دروازه رسید. ملاحظه بفرمایید با پای چپ حیدری و کار رو تمام میکنه اولادی. از زاویه دیگه ملاحظه بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و چگونه گل به ثمر میرسه. بازی جذابتر هم خواهد شد. ملوان یه گل دیگه میخواد تا قهرمان بشه. پرسپولیس هم میدونه وضعیتش
چقدر خطرناک شده با این گلی که دریافت کرد در مقابل این همه هواداری که ملوان داره و همین باعث جذابتر شدن بازی در ادامه هم خواهد شد. یه پاس بلند دیگه، سپهر حیدری ضربه سرش رو به عقب هست، حقیقی توپ رو میگیره، البته حالا این کار رو انجام میده، باز هم حقیقی عجله‌ای برای شروع مجدد کار نداره. بادامکی، نوری، اشمیتی، مارفی، میانه زمین، مسلمان، یه بازیکن ملوان احساس ناراحتی میکنه، توپ هنوز به بیرون فرستاده نشده که همرنگ این کار رو انجام میده تا به وضعیت فکر میکنم رمضانیه که رسیدگی بشه. محسن مسلمان رو در تصویر دیدیم، علیرضا رمضانی احساس ناراحتی میکنه و باید به وضعیتش رسیدگی بشه. روی این برخورد احساس ناراحتی کرد. شکوری و هاشمیان دارن با دایی صحبت میکنن، حسین عبدی هم اونجا هست و بازی هم متوقفه. این سمت هم پورغلامی داره با شاگردان صحبت میکنه. اگر فرهاد پورغلامی تیمش امروز قهرمان بشه، او تنها ملوانی خواهد بود که دو بار به عنوان بازیکن و یک بار هم به عنوان سرمربی جام رو به روی سر خواهد برد. اولادی خودش اینجا با ضربه سر پاس داد به حیدری، حیدری چپا توپ رو پای چپش آورد و اینگونه ساند کرد و نهایتاً اولادی هم اینجا کار رو تمام کرد. ملوان 1-0، در مجموع پرسپولیس 4-3. منتهای مراتب اگر ملوان یک گل بزنه 4-4 میشن، چون دو گل تو خونه حریف زده اون وقت ملوان عنوان قهرمانی از آن خودش خواهد کرد. این البته منوط به اینه که ملوان یک گل دیگه بزنه. فرهاد پورغلامی شادمان هست، تیمش خوب بازی کرده تا اینجا، یه گل هم زده و شما حرکات حقیقی رو ببینید. یه 40-50 ثانیه توپ رو همونجا نگه داشت در محوطه جریمه. مهرداد اولادی، نور محمدی و اعلام خطا از نور محمدی بر روی اولادی و توپ در اختیار یاران ملوان هست. ملاحظه بفرمایید که چگونه خطا اتفاق افتاد. تامینی، اولادی برای مسلمان، زاره توپ رو میگیره، هاشمیان از نیمه زمین هم رد میشه، خود وحید هاشمیان دو سه بازیکن رو احاطه کردن و نهایتاً پژمان نوری، سعید سالارزاده، هادی تامینی، یه توپ بلند دیگه و حقیقی که اجازه میده توپ به بیرون بره. ضربه دروازه برای تیم پرسپولیس و حقیقی که با تومنینه خاصی میاد تا به توپ ضربه بزنه. اگر تا پایان بازی اگر شرایط اینجوری باشه اخطار نگیره خوبه. با پای راست توپش به زور به میانه زمین میرسه. سپهر حیدری توپ رو دور میکنه، سالارزاده ضربه سرش به اوت میده، پرتاب به سوی سرخپوشان، شکوری باید توپ رو پرتاب بکنه. توپش به بیرون میده، پرتاب تکرار خواهد شد، از همون اولش هم به اوت زد شکوری. حالا یه بار دیگه پرتاب، سالارزاده و پورغلامی و حالا نوری، مسلمان یه پاس رو به جلو، حقیقی هم از دروازه خارج میشه و ترجیح میده که توپ رو
به اوت بفرسته تا سازمان دفاعی تیم پرسپولیس شکل بگیره. اولادی دقاقله، مسلمان از او توپ میخواد، به حیدری، حیدری تو سر توپ، علی اسکری توپ رو از او میگیره و اعلام خطا. شکوری اجازه میده که نور محمدی به توپ ضربه بزنه. علیرضا نور محمدی بازیکن شماره 20 تیم پرسپولیس. ضربه سر از سالارزاده، مازیار زاره برای پرسپولیس، میانه زمین زاره، همرنگ توپ رو میگیره برای پژمان نوری، یه پاس بلند برای دقاقله، حقیقی هم از دروازه خارج میشه و توپ رو دور میکنه. سالارزاده ملوان حمله میکنه. اولادی، خود مهداد اولادی، دو بازیکن مقابلش هست، همچنان خود او، حالا برای پورغلامی حرکت هست. پورغلامی ببینیم میتونه توپ رو سانت بکنه یا نه. یه بازیکن از میشونو برمیداره، همچنان خودش وارد محوطه جریمه هم میشه، همه رو داره دریپ میزنه. پورغلامی تا نهایتا یه کورنر گرفت. خلاصه بفهمم این یکی که شکوری باشه، دومی نور محمدی بود، البته نور محمدی سومی بود که توپ رو راهی کورنر کرد. ضربه کورنر نواخته میشه به درون محوطه جریمه، تامینی ضربه سر، موقعیت برای دقاقله و توپی که به بیرون میره. بیست و هفتمین دقیقه، ملوان یک پرسپولیس صفر. خلاصه بفرمایید اینجا یه بازیکن از پیش رو برمیداره، دومی شکوری بود و نهایتا نور محمدی توپ راهی کورنر کرد. حقیقی همرنگ ضربه سر، سپر ایدری توپ رو دور میکنه. رمضانی دقاقله، بازیکن سرعتی تیم ملوان، برای اولادی زنده تکل این بازی تا بدین لحظه. مسلمان یه لحظه توپ از مقابل پاهاش رها میشه، پرتاب برای تیم ملوان هست. خود مسلمان حرکت از رمضانی، سپره دری هم اونجا هست و زیر توپ میزنه. مجددن پرتاب به سود سفید پوشان ملوان. مسلمان خوب میانه زمین رو برای ملوان نگه داشته و خیلی خوب پاس میده. محسن مسلمان، بادامکی، یه پاس پشت مدافع برای علی اسکری که پورغلامی به خوبی او رو کنترل میکنه. نوری، تامینی، مسلمان، یه بار دیگه پژمان نوری، منطقه بازی رو عوض میکنه، جایی که حیدری حضور داره، پاس گل رو او داد. حالا یه بار دیگه خود حیدری یه بازیکن رو میخواد از پیش رو برداره و ضربه دروازه اعلام میشه. بلازه بفرمایید اینجا حیدری حرکت کرد و کمک داور اعتقاد داشت که تو به اوت رفت، آقای محسن فریمانی. حقیقی، سالارزاده به زمین پرسپولیس میفرسته توپ رو، سپر ایدری، مسلمان، همه جای زمین حضور داره برای تیم ملوان. نوری یه پاس برای رمضانی که توپ بیرون میره.
برگشت توپ از حیدری که ناقص هست. حالا اولادی میچرخه تا حرکت بکنه به سمت دروازه، روش خطا میکنه. نور محمدی هم اعتراض میکنه. بالاخره فرمایید اینجا نوری پاس داد و با خطای نور محمدی متوقف شد اولادی. باز هم علوان صاحب یک ضربه ایستگاهی میشه. البته فاصله توپ با خط دروازه زیاد هست، اما میتونه موقعیت خوبی باشه. همرنگ و پشمان نوری پشت توپ. ببینیم برنامه ملوانی ها روی این ضربه چگونه است. حقیقی در مرکز دروازه ایستاده. نوری توپ رو سوال میکنه به در محوطه جریمه و توپی که راهی اوت میشه. ملزم فرمایید اینجا توپ رو فرستاد و نهایتا راهی خارج شد. حقیقی باید ضربه رو بزن. 30 دقیقه تمام شد. ملوان 1-0. دقیقه 19 اولادی تک گل بازی رو به ثمر رسونده. در مجموع پرسپولیس 4-3. شکوری باید توپ رو پرتاب کنه برای هاشمیان. خود وحید هاشمیان. نوری توپ از او میگیره. خود محمد نوری حرکت در عرض. برگشت توپ از پورغلامی. زاره، پشمان نوری و نهایتا بادامکی و دو بازیکن ملوان که اولادی و پشمان باشن احساس ناراحتی میکنن و بادامکی توپ رو راهی اوت میکنه. نوری احساس ناراحتی میکنه، باید به وضعیتش رسیدگی بشه. مرتضی بفرمایید توپ به سینه او برخورد کرد. مازیار زاره میاد بالا سرشون. ضربه ای که او زد باعث مصدومیت نوری شد. تامینی توپ رو در اختیار یاران پرسپولیس قرار میده. حقیقی هم که طبق معمول خیلی عجله نداره و وای میسته تا مهاجم ملوان از راه برسه و بعد توپ رو با دست بگیره. سالارزاده اعلام خطا. خطا از هاشمیان. تامینی یه توپ بلند برای رمضانی از منطقه چپ حرکت کرده. ببینیم به توپ میرسه یا نه. گوشه زمین به توپ هم میرسه. یه بازیکن که آقا زمانی باشه یه لحظه از پیش رو برمیداره. مجددا خودش برای حیدری. رو به عقب تامینی، همرنگ، هادی تامینی، رمضانی، حیدری در کنارش هست. به خود محمد حیدری. حیدری حرکت میکنه. برگشت توپ از حیدری پرسپولیس. یه بار دیگه سفید پوشان ملوان. ارسال رمضانی. حالا موقعیت برای نوری، میتونه شوت هم بزنه و برگشت توپ. همچنان ملوانی ها صاحب توپ و میدان هستن. زاره توپ رو میگیره. یه پاس کوتاه. یک اشتباه دقاقله میره که تک به تک بشه. موقعیت برای تیم ملوان و تکل بلند نور محمدی. چیزی نمونده بود که دقاقله تک به تک بشه با سنگربان تیم پرسپولیس که یه تک میزنه نور محمدی و اجازه نمیده. بازی کاملا در اختیار تیم ملوان هست. مسلمان کوتاه میفرسته. زاره توپش برمیگرده. خود مسلمان. ارسال او این بار بلندتر هست. حقیقی هم در دو ضرب و دو مرحله توپ رو میگیره. سی و پنجمین دقیقه. ملوان 1-0. حقیقی اکثر توپایی که زده به میانه زمین نرسیده امروز. شکوری مشایعت میکنه توپ رو. دقاقله با او حرکت میکنه. توپ یه لحظه به دست خودش میخوره و به بیرون میره. پرتاب به سود سفیدپوشان هست.
یه بار دیگه پرتاب باید انجام بشه، پرتاب یا خطای هند، ببینیم کدام یک. پرتاب هست. پورغلامی میاد تا یه پرتاب بلند رو انجام بده، دورخیز هم میکنه به درون محوطه جریمه و آقای منبینی اعتقاد داشت که پای پورغلامی روی خط بود. ببینید این توپی که به نظر نمیرسید، حالا تصمیم بود که اتخاذ شد، اعلام پرتاب به سود تیم پرسپولیس. هاشمیان کنار خط، اولادی توپ رو میگیره، یکی دو تا روپایی هم میزنه، شگردشه، نهایتا هم توپ به بیرون میره. دایی ابراز تعجب میکنه از مصدومیت اولادی. به حال به نظر رسید یه لحظه دست مدافع پرسپولیس هم به صورتش خورد. ببینیم اینجا، بله، مهداد اولادی بازیکن خط حمله تیم علوان رو میبینیم که خدمتتون گفت از ناحیه کتفم قدری مصدوم هست. خطای هاشمیان اعلام میشه. 37 دقیقه. علی دایی آرام داره بازی رو نگاه میکنه. فکر کنم به همین نتیجه هم راضی است. اینجوری که پرسپولیس داره بازی میکنه واقعا مشخصه که به همین نتیجه هم راضیه. البته با این نتیجه هم قهرمان خواهد شد. ببینیم ملوان این اجازه رو میده یا نه. هنوز دقایق زیادی تا پایان بازی باقی است. پورغلامی برای خود حیدری، نوری توپ رو میگیره، آقا زمانی، بادامکی، نوری اشتباه میکنه، توپ در اختیار مسلمان هست، به هر طریقی تلاش میکنه تا به توپ برسه که مرتکب خطا میشه. فرهاد پورغلامی که در تصویر مشخصه. حیدری پشت توپ، بلند توپ رو میفرسته، ضربه سر علی عسکری برای هاشمیان و اعلام خطا. همرنگ اعتقادی به خطا نداره. توپ در اختیار یاران پرسپولیس است. فرهاد پورغلامی بازیکن تیمش رو به آرامش دعوت میکنه. اشبه تیم آرفی پشت توپ هست، بادامکی و زاره هم به همین ترتیب. ضربات نزدیکتر رو که به آرفی نمیدن چون دوره فکر کنم میخواد بزنه. به حال خیلی فاصله توپ تا خط دروازه زیاد هست. ببینید آرفی خواهد زد مستقیم یا برنامه شون عوض میشه. بازیار زاره هم اونجا وایستاده که پاس کنه. حالا خود آرفی و بلوکه میشه در محوطه جریمه و سالارزاده توپ رو به مسلمان میسپاره. یه بازیسازی خوب، یه حرکت عالی از یاران ملوان و زاره که توپ رو راهی اوت میکنه. پورغلامی میاد تا یه پرتاب بلند دیگه انجام بده. بابک پورغلامی دفعه قبل که داور خطای پرتاب رو از روی گرفت، ببینیم این بار چگونه توپ رو پرتاب میکنه. دورخیز هم میکنه به درون محوطه جریمه. نور محمدی ضربه سر، نوری پرسپولیس به همین ترتیب و نهایتا ملوانی ها توسط تامینی صاحب توپ میشن. منطقه بازی باز هم عوض میشه به منطقه چپ و ضربه سری که آقا زمانی میزنه. اکثر حملات خودشون از منطقه چپ ترتیب میدن یاران ملوان، جایی که علیرضا رمیزانی حضور داره. چهارمین کرنر ملوانی ها، رمیزانی احسان میکنه به درون محوطه جریمه، برگشت توپ از هاشمیان که تا اونجا عقب اومده.
علی عسکری اعتقاد به خطا داره. مسلمان توپ رو میگیره. همرنگ. یه بار دیگه مسلمان. اولادی به مسلمان توپ رو میرسونه. حیدری. آقا زمانی ضربه سر. موقعیت برای پژمان نوری میره به دست میاد. حیدری برای رمضانی چپا، مقابلش هم سامان آقا زمانی و نهایتا برگشت تو. تامینی همچنان خودش برای سالارزاده. بازی کاملا در اختیار تیم ملوان هست. واقعا اگر منصفانه هم بخوایم بگیم بیشتر صاحب توپ و میدان بوده تیم ملوان. کمتر از 5 دقیقه به پایان نیمه اول زمان داریم. نور محمدی برای شکوری. پرتاب تکرار میشه. شکوری یه بار دیگه باید توپ رو پرتاب بکنه. این بار برای هاشمیان و اعلام خطا از بابک پورغلامی میشه. این رو هدایت منبینی میگه، قاضی خوزستانی این دیدار. بادامکی توپ رو میکنه، خیلی هم عجله نداره. نوری به اون نزدیک میشه. علی عسکری، بادامکی، ارسال به درون محوطه جریمه برای آرفی. آرفی به دنبال توپ، رمضانی هم با او حرکت میکنه. رو به عقب سامان آقا زمانی. تا میاد توپ رو کنترل بکنه، سانت بکنه، دقاقله از پشت سر میاد و توپ او رو گرفت، اما اونقدر سرعتش زیاد بود که توپ رو به بیرون فرستن. خود آقا زمانی، بادامکی موفق، رمضانی است، دقاقله، نوری و اعلام خطا از مازیار زاره. دست به جیب هم نشده هدایت منبینی. هر چقدر بازی قبل اخطار و اخراج و صحنه‌های حساس داشت و توسط داور هم به هر حال داور در متن بود، در این بازی یه بازی در واقع یک قضاوت خیلی آرام رو داشته هدایت منبینی و هنوز از کارت زردی استفاده نکرده. اولادی، ارسال نوری به درون محوطه جریمه و توپ به بیرون میره. چهل و سومین دقیقه نیمه دوم هم میتونه یک نیمه تماشایی باشه، به ویژه هر چقدر به پایان بازی نزدیک بشی. ملوان یه گل دیگه میخواد تا قهرمان جام حذفی بشه. پرسپولیس هم میخواد این نتیجه رو حفظ بکنه تا این عنوان ارزشمند به او برسه. همین حساسیت ها و جذابیت های بازی اضافه خواهد کرد. نوری به سمت دروازه، حقیقی توپ رو دفع میکنه و نهایتا یه ضربه کرنر دیگه. ملاحظه بفرمایید این گونه نوری ضربهشو زد و حقیقی توپ رو یه لحظه دفع کرد. نهایتا مدافع پرسپولیس توپ رو راهی کرنر کرد. پنجمین کرنر پرسپولیس اگر اشتباه نکرده باشم. پنجمین کرنر توی ملوان هست. بله، پنجمین کرنر ملوان. ارسال میشه به درون محوطه جریمه و تامینی. نزدیک بود دروازه رو باز بکنید. مقابل استقلال در بازی نیمه نهایی از چنین منطقه‌ای و چنین کرنری گل اول اون بازی رو به ثمر رسوند. اولادی ضربه سر، دقاقله به دنبال تو. شکوری توپ رو بر میگردونه. علی عسکری
یه لحظه به توپ ضربه میزنه. نوری، نور محمدی، زاره، میانه زمین بادامکی توپ رو حیدری میگیره. خود حیدری و اعلام خطا، خطا مشخص بود. 45 دقیقه بازی هستی. آقای اسدی اعلام میکنه که 1 دقیقه وقت تلف شده بازی در نیمه اول خواهد بود. شکوری باز هم توپ رو دور میکنه. ملزم میفهمید هیچ پرسپولیسی حتی در میانه زمین هم نیست، همه دارن دفاع میکنن. تامینی، یه پاس خوب از دقاقله برای نوری. خود دقاقله هم حرکت کرده. نوری در عرض میتونه توپ رو ساند بکنه، این کار رو هم انجام میده برای حیدری که نمیتونه ضربه سر بزنه. 30 ثانیه دیگه بازی در نیمه اول به پایان خواهد رسید. بنوان 1، پرسپولیس 0. حقیقی، میانه زمین، تامینی و اعلام خطا این بار به روی همرنگ. بلافاصله ملوانی ها میخوان بازی رو شروع بکنن که داور این اجازه رو نمیده. مسلمان و پایان بازی در نیمه اول. انشالله که این بازی مورد توجه و عزت شما قرار گرفته باشه. به همراه دو تیم استراحتی خواهیم کرد. ضمن که شما دارید گل بازی در نیمه اول رو میبینید، انشالله با آغاز بازی در نیمه دوم در خدمت شما بزرگان خواهیم بود.